من سارا فلاحتی هستم و 40 سالمه. من قبل از اینکه به عیسی مسیح ایمان بیارم مسلمان بودم. من در واقع میتونم بگم هم یک در قبل از اینکه به عیسی مسیح ایمان بیارم هم یک مسلمان زاده اسمی بودم، هم یه موقعهایی هم به یه سری مناسکی اهمیت میدادم، ولی بعد از یه مدت احساس کردم که همه این کارا بیهوده است و هیچ فایده ای نداره، بنابراین خیلی دیگه به اعمال مذهبی اهمیتی نمیدادم. یکم مخلوط این دوتا بودم، هم اهمیت میدادم هم نمیدادم. یکی از سوالای خیلی مهمی که همیشه ذهن منو درگیر میکرد قبل از اینکه به عیسی مسیح ایمان بیارم این بودش که انسان چطور میتونه راهی پیدا کنه برای ارتباط با خدا، و من برای اینکه دنبال این سوال بگردم خیلی پیش خودم تفتیش میکردم، خیلی کتابهای مذهبی میخوندم و خیلی دنبال این موضوع بودم، اما متاسفانه توی اسلام هیچ جوابی بر این سوال پیدا نکردم که چطور میتوان به خدای پاک نزدیک شد. بنابراین واقعا دیگه ناامید بودم از اینکه شاید هیچ راهی نیست، پس کی میتونه این راه رو معرفی کنه، و مدت خیلی زیادی ذهنم درگیر این. من اولین بار از طریق یکی از همکارانم بشارت عیسی مسیح رو شنیدم. ایشون بشارت عیسی مسیح البته مستقیما به من نداده بود، درباره عیسی مسیح با مادرم صحبت کرده بود، ولی من هیچ علاقه ای نداشتم که درباره اون چه که اون گفته بود بدونم. شاید ناامید بودم از اینکه هیچ راهی وجود نداره برای اینکه انسان بتونه با خدا ارتباط پیدا کنه. خیلی به طور اتفاقی بعد از اینکه این رو از مادرم شنیدم که اون از همکارش درباره عیسی مسیح شنیده بود، فیلم مصائب مسیح رو دیدم و نسبت به عیسی مسیح خیلی علاقه پیدا کردم که دربارش بدونم آیا واقعه یا نه. بنابراین رجوع کردم به همکارم که درباره عیسی مسیح به مادرم گفته بود و اینطوری با عیسی مسیح آشنا شدم. من خیلی شاید بگم به صورت عجیب غریبی به عیسی مسیح ایمان آوردم، به خاطر اینکه وقتی که درباره عیسی مسیح توی فیلم مصائب مسیح دیدم و از همکارم راجع به مسیح پرسیدم و اون به من گفتش که عیسی مسیح خداونده، نمیتونستم به این راحتی تسلیم بشم که عیسی مسیح خداونده، چون ذاتاً یه آدم شکاک و دودلی بودم. همش دنبال این بودم که چطوری میشه عیسی خداوند باشه، و خیلی رو راست یک بار تو دلم دعا کردم که عیسی مسیح، این دوست من میگه که تو خدایی، ولی من نمیتونم قبول کنم، به این راحتی نمیتونم قبول کنم که تو خداوندی، و تو میدونی من و خیلی شکاکم، خیلی دودلم، لطفا خودت بهم نشون بده، خودت بهم بفهمون که چطوری میتونم یه جوری بگو که من قبول کنم که تو خداوندی. دقیقا بعد از اینکه این مکالمه رو توی دلم داشتم، چند روز بعد مریض شدم و مجبور شدم که چند تا آمپول پنیسیلین تزریق کنم. وقتی که این آمپول پنیسیلین رو تزریق کردم، اولیش هیچ مشکلی نداشتم و با تست تزریق کردم، ولی دومیش من دوچار بعد از تزریق آمپول به گفته دو پزشکا سنکوب کردم. و وقتی که این اتفاق برام افتاد، نمیتونم بگم تو چه وضعیتی، شاید بشه گفت عالم رویا، ولی وضعیتی که یعنی هوشیار نبودم و خود دکتری که بالا سرم بود گفتش که شما سنکوب کردی، و توی اون وضعیت عیسی مسیح رو ملاقات کردم، در صورتی که تا قبل از اون من هیچ موقع انجیل نخونده بودم و از انجیل هیچ اطلاعی نداشتم، ولی توی اون وضعیت عیسی مسیح رو ملاقات کردم و انگاری که هیچ سوالی دیگه برام نموند. اون انقدر ملاقات واقعی و اونقدر حقیقی بود که شاید هیچ سوالی برای من نموند. و من عیسی مسیح اولین جمله‌ای که به من گفت، گفتش که گناهان تو را میبخشم. دقیقا چیزی بود که همیشه دنبالش بودم، راهی که بتونم گناهانم بخشیده بشه و از طریق اون که بخشیده میشم بتونم به حضور خدا برم. و عیسی مسیح کسی بود که اینو میدونست، اگر
او فقط میتونست این رو در وجود من بدونه، او فقط میتونست خدا باشه که این رو بدونه که من احتیاج دارم به اینکه گناهانم بخشیده بشه و او گناهان من رو بخشید و من از اون وضعیت که بیرون اومدم فقط یک چیز رو دوست داشتم، اینکه برم به خانوادم بگم که عیسی خداونده. و بعد از اینکه خانواده من تغییر و تحول منو دیدن، هم پدرم هم مادرم هم خواهرم به عیسی مسیح ایمان آوردن. تغییر و تحولی که در من اتفاق افتاد، من قبل از اینکه به عیسی مسیح ایمان بیارم خیلی دچار استرس، دچار وسواس‌های فکری، حتی میگرن شدید داشتم. خیلی آدم پرخاشگری بودم، اصلا نمیتونم آروم و قرار نداشتم، اصلا آدم آروم و ملایمی نبودم. ولی به محض اینکه به عیسی مسیح ایمان آوردم، شروع کردم به کلیسا رفتن، کلام خداوند رو خوندن، کلن یه آدم دیگه شدم. اونقدر تغییر کرده بودم که در عرض 2 ماه مادرم به خاطر تغییرات زیادی که در من ایجاد شده بود به من گفت منم دوست دارم با تو به کلیسا بیام، حداقل یک جلسه بیام و ببینم که تو به خاطر چی انقدر تغییر کردی، چه چیزی روی تو انقدر تأثیر گذاشته. و وقتی که اولین جلسه مادرم به کلیسا اومد، همونجا زانو زد و به عیسی مسیح ایمان آورد. بعد از اون پدرم به طرز معجزه‌آسایی خداوند شفاش داد، لمسش کرد و پدرم ایمان آورد. بعد از اون خواهرم ایمان آورد و این اتفاقات فقط با اومدن خداوند تو زندگی ما انجام شد. اگر بخوام زندگیمو در مسیح در یک جمله خلاصه کنم، این که حقیقت فقط از طریق عیسی مسیح نمایان میشه و این حقیقتی که انسانها رو آزاد میکنه. وقتی که من و همسرم توی ایران خدمت میکردیم، توسط نیروهای امنیتی توی ایران دستگیر شدیم وقتی که توی یک جلسه کلیسای خانگی بودیم. متاسفانه همسرم رو به زندان اوین بردن، با وجود اینکه اون موقع دختر من، یک دختر دارم و یک پسر، و دخترم اون موقع 9 ماهش بود، جلوی چشم دخترم و پسرم که 6 ساله بود پسرم، همسرم رو به زندان بردم و حدود 30 روز همسرم توی سلول انفرادی بود، تو جایی بود که ما ازش خبری نداشتیم و خود من و بچه‌هام تحت نظر نیروهای امنیتی بودن. ولی تنها امید ما تو این روزها عیسی مسیح بود و تنها کسی که تونست کمکمون کنه برای اینکه این سختی‌ها، این رنج‌ها رو پشت سر بذاریم عیسی مسیح بود. اون خودش با معجزه آسمانیش همسر من رو کمک کرد که آزاد بشه و پیش ما برگرده و ما به خاطر این مشکلات مجبور شدیم که از ایران خارج بشیم و این هم میدونم که فیض خداوند بود. برای کسانی که شاید هنوز دو دلن یا اصلا هیچ انگیزه ای ندارن که بخوان به سمت عیسی مسیح بیان، میتونم بگم که یک امتحان بدون ضرره. ما هیچ چیز رو از دست نمیدیم، بلکه به دست میاریم در مسیح. و بهترین روش برای شناختن خداوندمون عیسی مسیح خوندن کلامشه که هیچ ضرری هم نداره و مطمئناً باعث آسیب هیچ کسی هم نمیشه. و اینکه این عزیزانی که میتونن دو دلن یا هیچ شناختی از خداوند ندارن، تنها از راه خوندن کلامش میتونن امتحان کنن و مطمئنم که خودشون متوجه میشن که حقیقت چیه.